به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان سلام میگویم. جمشید چالنگی هستم در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. در ساعت پیش رو همراه شما عزیزان خواهم بود. روز گذشته میلیون ها نفر در فرانسه گرد آمدند، به راه پیمایی پرداختند، راه پیمایی همبستگی علیه تروریسم، علیه افراد به هر شکل و هر زبانی که هست. در میان راهپیمایان رهبران بسیاری از کشورهای جهان شرکت داشتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، محمود عباس رهبر فلسطینی ها، تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز حضور داشت. دادستان کل آمریکا اریک هالدر از واشنگتن به پاریس رفته بود و بسیاری دیگر از رهبران جهان. در پی عملیات تروریستی شاخه های القاعده و شاخه های تروریستی دیگر، داعش، کشتار 17 نفر در پاریس. گناه آنان چه بود؟ از دیدگاه سازمان های تروریستی سوء استفاده از آزادی بیان و اهانت به دین. آنچه که در پاریس اتفاق افتاد و آنچه که در عراق، سوریه و دیگر مناطق جهان در جریان است، با بیرقداری دین در ایران مدت هاست که شکل قانونی یافته است. اگر داعش در برابر دوربین های تلویزیونی سر می برد، در ایران سنگسارها در خفا انجام می شود. اگر داعش و القاعده در پاریس آدم میکشند، در ایران آدم کشی به خاطر اهانت به دین، تعبیر ملایان شیعه حاکم بر ایران، جنبه قانونی یافته است. سهیل عربی محکوم به اعدام شده است، چرا که به گفته ولایت فقیه به دین اهانت کرده است. شاهین نجفی، هنرمند ایرانی، نیز فتوای قتلش مدت هاست که از سوی ملایان شیعه صادر شده است، همان فتوایی که در دست القاعده و داعش در پاریس به فتوای رهبران خود اجرا شد. شباهت ها بسیار است. در عرصه های بین المللی این شباهت ها را خنده های بیجا و بیمعنای محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ولایت فقیه، نمیتواند بپوشاند. شباهت ها میان گروه ها و سازمان هایی چون داعش و القاعده و جبهه النصره از شباب و بقیه و جمهوری ولایت فقیه بسیار است. برنامه دوشنبه شب ما به بخشی از این شباهت ها میپردازد، در مورد نقض حقوق بشر، حقوق انسان ایرانی توسط جمهوری اسلامی. با من و شما هستند در این برنامه خانم محبوبه حسین پور، فعال حقوق بشر در آلمان، و خانم مریم معزنزاده، فعال حقوق بشر و نماینده آقای کاظمینی بروجردی در اروپا. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خانم حسین پور سلام به شما.
سلام حضور شما جناب چالنگی و حضور مهمان محترم برنامه، همه دستندرکاران ارجمند و سلام ویژه حضور هموطنانم در هر کجای این سرای سپنج، به ویژه در وطن اشغالی. و خانم مریم معزنزاده عزیز، سلام به شما. سلام به شما جناب چالنگی و همکاران عزیز و مهمان عزیز برنامه خانم محبوب حسین پور. همچنین سلام بر هممیهنان عزیزم در هر کجای این جهان که صدای منو میشنون. خانم حسین پور، دیروز در پاریس شما شاهد بودید، دنیا شاهد بود راهپیمایی به اصطلاح وحدت آیا به کجا خواهد انجامید، آیا تصمیم قاطعی گرفته خواهد شد در عمل در برابر تروریسم، در برابر آنچه که در پاریس و جای دیگه انجام میشه. اما در این میون حکومت ایران ما میبینیم که همچنان به همون اقداماتی که قبلا انجام میده، چون جنبه قانونی پیدا کرده آنچنان اعتراضی نداره. از برادر شما که یک دانشمند اتمی هست چون این به قطع میرسه تا کسانی که الان در زندان هستن، شما اگه بخواید یه نگاه کلی داشته باشید به کارنامه این یکی آقای روحانی که با وعده های آمد، توی همین مدت کوتاه ما ببینیم تعداد اعدام ها بیشتر شده، به ما چه خواهید گفت؟ آیا تلاشی کرده همزمان با خنده های دهان به خنده گشاده بیمعنای آقای ظریف در مجامع بین المللی کارنامه درستی رو ارائه بده، بگه آقا ما اینقدر پیشرفت کردیم در تامین حقوق بشر در ایران؟ جناب چلنگی، آغاز سخن میکنم با ابراز همدردی نسبت به بازماندگان جانباختگان ماجرای شارلی ابدو و ادای احترام به روان اون جانباختگان و ابراز انزجار نسبت به نه تنها عوامل جنایتکار این ماجرا که به طریق اولا انزجار بر و ننگ بر اون تفکر و مکتب و مسلکی که چون این محصولات منفوری رو به جامعه بشری تحویل میده و بلکه تحمیل میکنه. متاسفانه این ماجرا، این داستان برای مردم کشور ما یک چیز خیلی آشنایی هست و ما در این 36 سال از همون ابتدایی که این کلید نافرخنده تحول در واقع واژگونی در ایران زده شد، با همکاری و همیاری همه قدرت‌های خارجی و همه تعصبات، خوشمغزی‌ها و واژگونه نمایی‌های نیروهای داخلی، اینها منسجم شدن و متحد شدن و چنین ماجرایی رو بر تاریخ کشور ما و مردم ما تحمیل کردن که 36 سال ادامه داره. این ماجرا اتفاقا خیلی آشنا هست و همونطور که شما فرمودید بسیار خطرناکتر و شنیع‌تر هست از آنجا که نهادینه شده و تحت لوای قانون چهره خودش رو نشون میده که هر نوع اعتراض و از شود که به اصطلاح دفاعی رو در مقابل این مسئله در همون نطفه بتونن خفه کنن، که البته این چنین نمیشه. اما مادام که جامعه جهانی، وجدان عمومی جهان، منظور من البته به سردمدارانی هست که به معاملات میاندیشن، یعنی یک قانون هست جناب چالنگی، هر جا که مطامع مادی بر حدود صغور انسانی غلبه کنه اونجا حتما یک ننگ و یک فاجعه ایجاد میشه. فرقی نمیکنه که این یک تفکر شخصی باشه یا یک سیاست خارجی یک قدرت جهانی باشه، و این اتفاقی است که متاسفانه در مورد حکومت جنایی ولایت فقیه اتفاق افتاده و جامعه جهانی با اینکه به نوعی با مماشات رد شد. حکایت اون معروف ایرج میرزا که تغییر می کند اما به گرمی، تشدد می کند اما به نرمی، اما این ماجرایی که هست بین اینا، یعنی به زبان عامیانه یکی به نل و یکی به میخ، یا اینکه با ادبیات کوچه بازار جوونا لاس زدن،
این چیزی هستش که با این حکومت جنایتکار انجام میدن و صرفا به دلیل مطامع مادی بر سر داشته های ملت ایران، ذخایر و منابع ملت ایران هست، وگرنه هیچ جذابیتی نه این حکومت برای جامعه جهانی داره، نه ماهیتش و مصلحت ایران و مصلحت مردم ایران هم الان یعنی در واقع قربانی شده و ذبح شده در پای این مطامع مادی قدرت‌های جهانی که بدبختانه دامنگیر ملت‌های خودشون هم داره میش شده و داره میشه. خودمون هم دیگه نقطه عطفش هستش که در روز روشن یک ارتش توی پاریس حمله کنه و با سلاح‌های نیمه سنگین همچین فاجعه‌ای رو به بار بیاره، بعدم تقویم گریز کنه یه روگان. از شبه در عرصه داخلی ما 5-6 ماه پیش هم ما با اعدام دکتر محسن امیر اسنانی مواجه بودیم با جرمی مشابه از دیدگاه همین متحجرین و با مجازاتی کاملا مشابه و حتی بدتر، حتی سختتر، چون مسئله اعدام و فلان و چند ماه حالت فرسایشی برای خودش و خانوادش و ما چیزی رو نشنیدیم که جامعه جهانی یک اقدام جدی در این مورد کرده باشه یا یک اعتراض جدی رو شنیده باشه. جناب چالنگی، من واقعیتش چون که اینقدر برای من این به اصطلاح جا به جایی های این مهره های دست نشانده در این سیستم اینقدر نفرت انگیز بوده که من سالها هست که این جریان انتخابات و برنامه های انتخاباتی این دعوک هایی رو که به ملت ایران تحمیل میشه و مهندسی میشه که اینا در چه زمانی کدوم بیان بر سر کار دنبال نکردم. اساسا برای من برنامه های هیچ کدومشون به خصوص این روحانی و اینها که چه وعده هایی دادن هرگز نرفتم، ولی به طور اجبار که با و به شکل طبیعی نه به طور خودخواسته که با رسانه و با دنیای مجازی و واقعی و تلویزیون اخبار در سر کار داشتم، خب میدونم که این شیاد چه برنامه ها و چه وعده های رو به مردم و به ملت خسته ما که به لحاظ روحی و روانی هم دچار یک نوع فرسایش شدن ما رو ابراز کرد و در همون گام های نخستین بود که این کاملا رسوا شد و مهمترین کاری که کرد این بود که عباش رو زد زیر بغلش و رفتش که امریکا و با همون کشور و با همون رئیس دولتی که سی و چند سال ملت ما رو معطل کردن و انواع و اقسام آسیب ها رو به لحاظ حیثیتی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، همه چیز بر اون مملکت وارد کردن، با اون آقا یک جمله بگه و این رو برگ برنده خودش بگیره و جلوی و در داخل و خارج. حتما به ادامه خواهیم داد، بررسی خواهیم کرد کارنامه آقای روحانی رو در این برنامه و برنامه های آینده. اما خانم معززاده، ببینید، حکومت ایران از بابت نویسنده و روزنامه نگار بالاترین تعداد روزنامه نگاران در زندان هستن، از مسعود باستانی گرفته تا بقیه روزنامه نگاران که هستن از نظر دانش همه طیفا. قتل روزنامه نگاران بالاترین، رو بودن محمد جواد پوینده، عرض کنم محمد مختاری و بقیه، ببخشید جعفر پوینده و بقیه و بقیه که کشتار کرد، از میر علایی ها گرفته تا بقیه. بیاییم در زندان ها باز ما میبینیم پیروان مذاهب مختلف هستن، جدا از کشتار اونها، جدا از اعدامشون، از کلیمی بگیرید، مسیحی بگیرید، مسلمان بگیرید، بهایی بگیرید، سنی، شیعه، همه، حتی روحانی مثل آقای کاظمینی بروجردی. خب تفاوت‌های اساسی این حکومت رو با داعش و القاعده شما بفرمایید. اونا هم همین کارا رو میکنن، کار دیگه جز آدم کشی و زندان و اینا نداره. بفرمایید. بله، همونجوری که شما میفرمایید از نظر ما هم تفاوتی ندارن، همونجوری که آقای کاظمینی بروجردی هم نوشته بودن در یکی از نوشته هایی که معمولا میدن از داخل زندان، نوشته بودن به صورت توصیفی برای دین سیاسی، چند ماه گذشته این رو انتشار دادیم، که
هشدار داده بودن که خطر اینها حتی از داعشیان هم بدتره. منتها همونجوری که هم به اصطلاح مهمان دیگر برنامه فرمودن، خانم حسینی، شاید یک سری سیاست ها هست به جز این صحبت هایی که ایشون فرمودن. چیزی که به ذهن من میرسه اینه که شاید به خاطر اینکه ظرف 30 چندی ساله که داره این اتفاقا میفته، به اصطلاح به قول معروف غلظت کمتری حس میشه یا جامعه جهانی حساسیتش رو از دست میده، در صورتی که وقتی که میایم حجم رو میسنجیم و تعداد کشته شده ها و ظلم و جنایتی که فقط هم با کشته شدن نمیشه گفت جنایت، من خیلی از کشتن روح افراد رو، قداست های افراد رو هم مثل کشتن جان اونها میدم، شاید هم بدتر. یعنی بسیاری از مردمان ما الان در ایران به صورت مرده هایی هستن که روح در بدن ندارن و از همینجور فقط دارن راه میرن، یعنی زنده هایی هستن که روحشون هم بین رفته. بنابراین این هم یک جور جنایت هست. ولی اگر ما حجم اینها رو اندازه بگیریم، آمار رو نگاه بکنیم، خیلی بیش از این آمار تلفات هست که در داعش ظرف چند ماه داره صورت میگیره. حالا ظهور داعش به چه علتی بوده، کدوم سیاست اینها رو به وجود آورده در منطقه، چرا ادامه دادن، چرا جلوش رو نمیگیرن، این همه بحثاش مختلفه. ولی این رو میشه گفت که همه اتفاق نظر دارن که خیلی شبیه هم عمل کردن و همونجور که اینها هیچ عقیده رو قبول نمی کنن، اونها هم قبول نکردن، ولی خیلی با پرستیژ و جست دولتی و حکومتی و چون حکومت های دیگه اینها رو راه دادن و پناه دادن و حاضر شدن با اینها تبادل کنن و به رسمیت شناختن جمهوری جنایت رو، اینها تونستن به این شکل سرپوش بذارن برای همه جنایت هاشون. مثل این میمونه جناب چالنگی که ما یک همسایه ای داشته باشیم که میدونیم هر روز خانواده‌اش رو شکنجه میده، بچه‌هاش رو کتک میزنه، همسرش رو کتک میزنه، این رو اطلاع داریم، صداشون رو میشنویم، ولی وقتی که میبینیمش سلام بدیم، کلاهمون رو براش برداریم یا به مهمونی دعوتش کنیم و هیچ گونه اعتراضی نکنیم. حالا در حریم خونش میکنه، حداقل بهش هیچ جوری نشون ندیم. چگونه است که حتی افرادی که دخالت در کار هم دیگه نمیکنن از چنین انسانی گریزانن، ولی در سطح دولتی این اتفاق نمیفته و حاضر نیستن در سطح دولتی این رو روا کنن. این اتفاقاتی که داره میفته هم در مخصوصا الان در اروپا یک هشدار بزرگ هست به همه دنیا، نه فقط به دولت‌های غربی، به همه دنیا، که ما همگی در یک کشتی زندگی می‌کنیم. اگر یک قسمت از این کشتی سوراخ بشه، همه کشتی به زیر آب میره. اگر ما دنیایی رو می‌خوایم که صلح درش باشه و با آرامش زندگی کنیم، باید این صلح رو برای همه بخوام. و این ثابت شده که هرگز نمیشه یک گوشه از دنیا صلح و امنیت باشه ولی در جای دیگه نباشه. خب ببینید، یک نکته رو شما اشاره کردید که آیا در برابر این هشدارها فقط راهپیمایی وحدت باید برگزار کرد یا باید به اقدامی دست؟ باید حتما به اقدامی دست داد. بخاطر البته راهپیمایی هم خوبه. این آنچه که ما ملت ما تجربه کرده در نسبت به واکنش های جهانی خیلی کمتر از اینها بوده. 35 ساله که ما داریم همینجور جنایت ها رو میبینیم، کشورمون به تاراج میره، تاریخمون رو دارن تغییر میدن، همه چی رو داخل کشور میبرن که حالا من همه رو نمیخوام بگم. خودتون ببینید ابعاد جنایت های اینها خیلی وسیعه، ولی حتی این رو هم برگزار نکردن. به نوعی اومدن آمارسازی کردن، خودتون میدونید، گفتن نه مؤسسه ما میگه ایران وضعش خوبه، کشور مردم ایران حالشون خوبه، نمیدونم مسافرت میکنن، هپی ان، خوشحالن، هی از این چیزا منتشر کردن. ولی این هم کافی نیست. توقعش میشه حالا بگیم مردم نباید توقع داشته باشن، ولی به هر حال انتظار یک انسان از یک انسان رو بخوایم بگیم، یا وظیفه انسانی و وجدانی هر انسان و یا بعد حالا در سطح دولتی این بود که عکس العمل نشون بدن. این حداقل وظیفه برسان که مثل همین محکوم کردن این جریان فرانسه. ولی بعد از اون همون هستش که این رو بدونن که اگر نخوان جلوش رو بگیرن و ایستادگی نکنن، دامن همه رو خواهد گرفت و این گسترش خواهد یافت و به جایی میرسن که دنیا رو خشونت و تباهی میگیره. شما نگاه کنید الان حتی کشورهای اروپایی، حتی آمریکا که خب
در حال ابرقدرت هست برای خودش در دنیا و میتونه مرفه ترین مردم رو داشته باشه، خب ثروتمند هم هست، اما نمیتونه الان یک معضل بزرگی رو که خب هم افرادی هستن که هجوم میارن به کشورشون و اونها رو به اصطلاح نمیتونن اسکان بدن، نمیتونن خب در اثر جنگ و ناامنی در همه جا در اثر فقر اونها دوست دارن به جای مهاجرت کنن که بهتر باشه، این یه معضل میشه. بعد خب خیلی از اینها تحصیل کرده نیستن یا نمیتونن کار پیدا کنن، معضل اجتماعی ایجاد میکنن، این خودش موجود. ولی بدتر از اون این تروریست ها و افرادیه که به نام دین اومدن و اونجا فعالیت های حالا اجتماعی خیلی ساده به راه انداختن. خیلی هاشون هم من اطلاع دارم که واقعا از امکانات دولتی استفاده کردن، مسجد ساختن، توش درس دادن، کسی جلوشون رو نگره. بعد جوان های همون منطقه رو مثلا در کشورهای اروپایی آمریکایی جذب خودشون کردن، شستشوی مغزی دادن، اعتقادات عجیب و غریب که انتحاری بار آوردن فرستادن. خیلی از افراد داعش و القاعده اروپایی و آمریکایی هستن، عرب یا مال اون منطقه نیستن، ولی کسی مانع اینها نشد. الان دیگه میشه گفت به نوعی مقداری هم دیره، چون اینها خیلی نفوذ کردن و گسترش پیدا کرده حوزه فعالیتاشون و قدرتشون، اما الان هم اگر بخوان و یک تصمیم جدی بگیرن اگر این کار رو نکنن بعدن عواقبش بسیار جبران ناپذیر خواهد. خانم حسین پور خیلی اعتقاد دارن که اون چی که در دنیا به عنوان امواج اسلامی میبینیم به هر شکلی که هست، از راشد العنوشی در تونس گرفته تا داعش و بقیه القاعده، اینها با پیروزی انقلاب اسلامی این امواج به راه افتاد، یعنی سلول های خفته اسلام سیاسی به راه افتاد. برات اون چی که خود تهران بهش میگه بیداری اسلامی، نظر شما رو میخواستم در این زمینی که انقلاب اسلامی تا چه اندازه در پدید اومدن امواج اسلامی در منطقه سهیم بود، گو که پیش از اون به هر حال بسیج کردن اسلامی های افراطی علیه شوروی هم به نحوی بی اثر نبود در افغانستان. بله جناب چرنگی، خب هم حافظه من و هم سن من هر دوش یاری میکنه که من به خاطر دارم در تابستان 56 بود که ما ناگاه یک روز صبح بیدار شدیم و دیدیم که ارتش سرخ اخبار ساعت 8 پخش شد از رادیو تهران که ارتش سرخ وارد افغانستان شد و اشغال کرد در قیمت ظاهر شد و از همون موقع متاسفانه این در دوران جنگ سرد این اشتباه رو جهان غرب مرتکب شد که برای جلوگیری از اون زیاده خواهی های مثلا بلوک شرق اسلامیست ها رو تقویت کنیم و همون چیزی رو که ما در فیلم‌های علمی تخیلی همه ما دیدیم که در یک آزمایشگاهی یک سلولی، یک جاندار، یک سلول زنده تصادفاً تغذیه، یعنی بر اثر یک اشتباه تغذیه میشه یا یک به اصطلاح جهش ژنتیکی در دی ان ای اون اتفاق میفته و به یک شکل به یک رشد سرطانی، به یک شکل به یک رشد غول‌آسایی میرسه و همه چیز رو نابود میکنه. این همین اتفاق اشتباهی بود که انجام دادن، اولینش با تقویت همون گروه و دسته بن لادن بود و دومینش با میدون دادن به سات خمینی برای ایران و بلا فاصله. من از خاطره شخصی خودم استفاده کنم که یک اصطلاح در حافظه جمعی همه ایرانیان وجود داره، در روزنامه کیهان همون ماهای اول انقلاب بود که با درشت‌ترین فونتی که وجود داشت با قرمز، ما یه روز دیدیم که این به در دیوار که همون روزنامه فروشه توی مسیر مدرسه دبیرستان که من میرفتم و پدرم همیشه میخرید و سر چهارراه منتظر میموند اینو مطالعه میکرد تا من بیام، که آقای خلخالی اون بیمار جنایتکار، یعنی که از اساس اصلا خلقتش اشتباه غلط بود و
میدون بیشترین میدون رو به همچین جانوری دادن در از ابتدای این شورش، اعلام کرد که من یک انقلاب اسلامی رو در بحرین میتونم رهبری کنم. و از همونجا بود که بسیاری از، یعنی تمام همسایگان ما نسبت به موضع گرفتن و یکی از جرقه های جنگ ایران و عراق هم همین بیماری و همین صحبتی بود که این آقا از خودش بروز داد در امثال ایشون. ولی قدر مسلم که این به اصطلاح آبیاری کردن این در واقع گیاه انگلی و تغذیه کردن چنین تفکری بود که الان به این شکل در این 36 ساله در عصر مدرنیته هرچی که ما به بیشتر به فناوری های رسانه‌ای دست پیدا میکنیم، هرچی که جهان به لحاظ تکثرگرایی در تفکر و فرهنگ و مذهب و اینها پیش میره، اما میبینیم که این به اصطلاح همین اسلامیست ها چه، یعنی این اسلام رادیکالیست چه در نوع سنی خلافتی و چه در نوع شیعه ولایتیش، که البته این شیعه ولایتی بود که قلقلک داد به اون سنی خلافتی با اون، یادمون هست دیگه اون بساطی که در خیابان‌های مکه راه انداختن 3-4 سال قبل. اساسا کجا سنی ها تو این فکر بودن که بخوان همچین بساطی رو پیاده کنن برای کشور دیگه؟ این حکومت ولایت فقیه و نوع شیعه ولایت فقیه، این کالت ولایت فقیه بود که اساسا موجب شد که تمام این فجایع از دل مذهب اسلام بیاد بیرون و باعث سرفکندگی مسلمان ها شد، بخوایم و نخوایم، باعث بی‌آبرویی شد، باعث بی‌حیثیتی مسلمان ها شد و باعث ضرر مضاعف برای ملت ایران. خب پرسش این هست، ما در برنامه‌های دیگه شاید بتونیم به این بحث برسیم، به ویژه در برنامه سرزمین ما، که آیا مشکل ایران وجود خلخالی یا چند تن چون خلخالی است، یا مشکل در جامعه است که خلخ تولید کننده امثال خلخالی هستند، امثال قاضی صلواتی هستند، امثال موسوی تبریزی هستند و امثال قاضی زرگر و بسیاری دیگه از کسانی که احکام اعدام صادر کردن و چون خلخالی و عرض کنم بازماندگان اولیه انقلاب چنین کردن. مشکل آیا خلخالی است یا جامعه‌ای که تولید خلخالی میکنه؟ چرا در جامعه‌ای مثل ایران وقتی که خلخالی فرمانهای اعدام صادر میکرد از شاعر حزب توده، شریک فدای خلق و حتی بخشی از جبهه ملی تأیید میکردن و فریاد میزدن، از وکیل دادگستری، از نویسندهی مثل آقای علی اصغر حادثه جوادی، که سرعت اعدام ها باید بیشتر از این باشه؟ چرا آقای خلخالی وقتی از زندان آزاد میشد بر دوش هزاران نفر حمل شد؟ تا من به یاد دارم همون شب آزادی خلخالی رو، در جایی که چند نفر از دوستان چپ هم بودن و خلخالی رو حتی جنرال جیاب نامیدند. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. تا لحظاتی دیگه. خانم از زنزاده، زندانی کردن نویسندگان، روزنامه نگاران، هنرمندان از 23 بهمن ما تا امروز کار وقف ناپذیری بود. آتنا فرقدانی رو به زندان انداختن، نقاشی که حرفایی زده بود، دختر ایرانی رو. این حکومت از طرف دیگه مدعی هستش که باید الگویی باشه برای همه جهانیان. در دوره احمدی نژاد این حرف رو زدن، الان هم میزنن. چرا یک حکومت از آتنا فرقدانی، یک نقاش
ایرانی، کاریکاتوریستی ایرانی هراس داره، از ابوالفضل عابدینی هراس داره، از مهدیه گلرو هراس داره، این جوانان نازنینی که بعد از انقلاب هم به دنیا آمده. چرا؟ واقعا جای شگفتی داره آقای چالنگی، با وجودی که بسیاری از حرکت هایی که جمهوری اسلامی تا حالا کرده در مورد شهروندان خود ما، چه اونهایی که از قدیم بودن، خب اونها به هر حال اگر در این جمهوری اسلامی به دنیا نیامدن در زمان انقلاب بودن، خیلی هاشون رفتن رأی دادن، خیلی هاشون همکاری کردن، حالا کار نداریم الان چجوری هستن، ولی زایده زمان اونهاست این انقلاب اسلامی و این جمهوری به ظاهر اسلامی که میگن. ولی این خیلی جای شگفتی داره، یک نفر رو اینجور واضح جلوی چشم پدر مادرش خانم فرقدانی و جلوی کسی که به اسم قاضی هست اونجا نشسته ضرب و شتم کنن و کسی صحبتی نکنه. امروز همه جوامع باید سکوت نکنن، این پیامی بود که باید میگرفتن بعد از اتفاق پاریس که سکوت نکنن وقتی که یک خانومی رو، حالا به هر جرمی رو که مرتکب شده، جلوی چشم پدر مادرش در دادگاه کتک بزنن به جای اینکه اون حاضر شده اومده و میدونسته که جرمی مرتکب نشده و کسی که با پای خودش کسی میاد فرار نمی کنه، حالا اگه فرار هم میکرد حق داشت، ولی اومده حضور داشته و خب وایساده که بشنوه و محاکمش کنن، ولی به جای محاکمه مورد ضرب و شتم قرار میگیره. خب شما تصور کنی حال اون پدر مادر رو که بعد هم ببرن زندان قرچک، زندان زنان قرچک ورامین. این خیلی فجیعه. من نمیدونم چرا کسی صحبتی نمی کنه، حتی نمیدونم اتحادیه اروپا همه جا اطلاع رسانی هم الان صورت میگیره. نمیشه به این جمهوری اسلامی گفت چرا؟ به خاطر اینکه اصلا جنسش شده از جنس خشونت. چرا داعشی ها سر میبرن؟ خب اونها جنسشون همینه، جمهوری اسلامی هم جنسش همینه، اونها به نام نماینده خدا اومدن دارن حکومت میکنن، خودشون رو نماینده خدا میدونن، کسی جلوشون رو نگرفته، انقدر در این زمینه پیش رفتن که همه دین رو و خدا رو منتسب به اونها میکنن، هر کس اسم دین بیاره فکر میکنن اونها هستش، تا این حد پیش رفتن و اونو به رسمیت شناختن، نمایندگان ادیان انقدر به رسمیت شناختن که باهاشون مشورت میکنن، دولت ها باهاشون به رسمیت شناختن. بنابراین همین جور اینها جریتر شدن و جلو اومدن. خب هر انقلابی اولش خشونت داره، ممکنه خیلی کارا بکنن بعدها خودشون پشیمون میشن، در همه جوامع هم رخ داده، تو انقلاب روسیه بوده، در انقلاب فرانسه بوده، به هر حال خشونت های اول انقلاب هست، ولی بعدش گرایش به سمت آزادی بیشتره، دموکراسی بیشتره. ولی این انقلاب ما که اولش خب یه تعدادی اعدام داشته، بعدش همینجور رو به افزایشه، باز آمارا سال به سال رو افزایش، الان با اومدن یه دولتی به اسم دولت روحانی که اسمش رو دولت‌های غربی گذاشتن، اصلاح طلب، مودریت، اینها دولت امید، نمیدونم از این حرفا، و خیلی لبخند زدن و پذیرفتنش، ولی هرچه میبینیم افزایش آمار اعدام هاست. چرا خلخالی تولید میکنه؟ باید گفت چرا تولید ممکنه در هر جامعه جنایتکار و حتی مشکل کسی که مشکل روحی داشته باشه و جنایتکار به صورت بالفطره باشه به وجود بیاد، اما چرا اجازه میده سیستمی باشه که خلخالی ها بتونن حکمرانی کنن و حرفشون خریدار داشته باشه؟ این رو باید پرسید. این حکومت که به نام حکومت اسلامی به وجود اومد، رفته رفته کاری کرد که نشون داد، ثابت کرد برای بار چندم در تاریخ که حکومت مذهبی بدترین نوع خفقان و دیکتاتوری است، و این رو برای چندمین بار، چون مردم در دنیا در تاریخ جهان این رو به خاطر داره که در قرون وسطا چه اتفاقاتی افتاد، و الان این زمان که شده قرون وسطای اسلامی در ایران، چون میتونن همه مردم مشاهده کنن که همه حکومت، همه ادیان حکومت کردن و نتیجهش رو دیدیم، این هم نتیجه حکومت اسلامی، نکبت حکومت اسلامی به نفع به نوعی هست که چنین فجایعی رو به وجود میاره. خب مریم خانم گرامی حرف بسیار درستی است و دقیقه. بله، مثل خلخالی در جوامع دیگه هست و چگونه میشه که اجازه نمیدن به قدرت برسه؟ در ایران متاسفانه فقط این نیست، مثلا کثرت و تولید بسیار زیاد خلخالی هاست. بله، همین فرانسه که شما میبینین به این شکل هست، زمانی که
میره ناصرالدین شاه به اونجا میره و بعد ناصرالدین شاه و بعد از اینکه برمیگرده یکی از همراهانش یادداشتایی برای پسرش که جلال الدوله است مینویسه که ما رو به یه مراسم مختلف بردن، این بردن، اونجا بردن، اینجا بردن، یه دیداری هم از مراسم گیوتین داشته و نوشته جلال الدوله ما بردن یه همچین جایی و این مراسم این هست و اعدام اینطوری اعدام میکنن و گیوتین رو شرط داده و بعد توضیح میده روزی که ما رو بردن این کار نمیکرد، شش ماه بود که جلاد مرده بود و هرچه در شهر به اصطلاح داد میزدن، این جملهش این یاد من مونده، سالیان پیش مونده، که جلال الدوله این شش ماه بود مثلا جلاد مرده بود و در شهر بانگ میزدن جاچیا، کسی پیدا نمیشد. اما ما چه کنیم که در ممالک محروسه جلاد بر سر کار است و هزاران در کار جلاد دارن زیرا به اون جلاد رو بزنن جاش بیستن. مشکل اینه متاسفانه. دقیقا من ستایش به موقعش هست اما بی اساس و بی معنی من دوست ندارم حتی از جامعه به طور کل واقعیتو باید بهش توجه داشت. خانم حسین‌پور گرامی، ببینید در حکومت هیتلر هم دانشمندان اهل فن خیلیشون اعتقاد داشتن، خیلیشون هم اعتقاد نداشتن، زیر فشار ناچار می شدن همکاری کنن، کسانی مثل فون براون و بقیه بودن که وضعیت های دیگه داشت. هنوز ما می بینیم حکومت ایران بعد از برادر شما و کسان دیگه ای رو که به قتل رسوندن چون حاضر به همکاری نبودن برای تولید بمب اتم باز در زندان نگه می داره مثل امید کوکبی. چرا؟ چرا این حکومت مدعی هست که وسترا پرورش دهنده دانش بوده، مدعی هست که این بوده اون بوده، اما چرا این همه ستیز با اهل فن و دانش؟ ریشش کجاست؟ جناب چالنگی، من چون خودم و خانواده من قربانی مستقیم چون این جفای بیشرمانی از این حکومت سفاک ولایی هستیم و من در این 8 سال گذشته که میدونید 25 دی ماه میشه 8.5 سالگرد ترور نوجوان مردانه دکتر اردشیر حسین‌پور، دانشمند بلا منازع فیزیک اتمی و یکی از امیدهای جایزه نوبل فیزیک که کارشناسان همه اصطلاح مطلعین و صاحبان صلاحیت در زمینه فیزیک اتمی متفق القول بودند که هستند که در 4 سال قبل اردشیر این جایزه رو گرفته بود اگر که این حکومت سفاک نالایق مهلت داده بود. طبیعتاً در این زمینه من خب هر روز و هر لحظه زندگی خودم در این 8 سال سیاه متمرکز هستم و دنبال کردم. جناب چالنگی، تنها کسی که به لحاظ صلاحیت علمی و به لحاظ شخصیتی هر دو در برابر زیادخواهی های این حکومت جنایتکار ایستاد که غنی‌سازی بیش از 5% و حتی در مواردی 3.5% انجام نمیدهم، یعنی میتونست بده و نمیداد و نداد، 20% مطلقا و بمب اتمی هم شما این کلن تو مار این مسئله در هم پیچیده شده، چه رسد برای حکومت زیادخواهی مثل شما که در مرامنامه و اساسنامه اش هست که میبایستی انقلابتون رو به دنیا صادر کنید با بمب اتمی، چون این نکرد و ایستاد. فقط منحصراً دکتر اردشیر حسین‌پور من این رو تصریح میکنم. موارد دیگه که در این زمینه اتفاق افتاد به عنوان دانشمند اتمی و همه هم کار خودشون بود و خودشون کشتن، اولا که دانشمند اتمی نبودن و ثانیا هم که اینا هم ترورهای خارج از توسط قدرت‌های خارجی اسرائیل به هر چه نبود، به چه دلیل بود اینها رو حکم در موارد خواهم گفت که البته در مورد اونها این جفا صورت گرفت. اما دکتر امید کوکبی که یک دانشمند جوانی هست و در واقع خلف اردشیر حسین‌پور هست و من خودم برای دنبال کردن و پیگیری آنچه از
اسناد و مدارک علمی اردشیر که باقی مونده بود، آنچه را که ندزدیده بودند این حرامیان که من از ایران خارج کردم و در حال رسوندم به امریکا، برای که میخواستم من خودم این جوان شایسته و نابغه رو من از همون سال 89 بلکه 88 که تنوز امریکا بود و نیومده بود، سال 89 رفت زندان و یعنی دیگه اومد ایران نداشتن بره و زندانش کردن، پیگیر بودم که ایشون رو به عنوان وکیل و به عنوان اصطلاح متخصص برای این آثار ازش تقاضا کنم که کار کنه، چون هیچ کس در ایران یا به دلیل اینکه به لحاظ علمی در این حد نبود یا اینکه میترسیدن، من نتونستم کسی رو پیدا کنم. با جامعه علمی ایران در این زمینه من اتمام حجت کردم، صراحتا اعلام میکنم کسی نبود. من طبیعتا دنبال میکردم ماجراهای دکتر امید کوکبی رو، ولی ایشون هم به دلیل اینکه نپذیرفت که یعنی تنها کسی بود که بعد از اردشیر میتونست تا اینجا و اکنون میتونست مطامع این رژیم رو به اصطلاح برآورده کنه در زمینه ساخت بمب اتم، که این جوان هم شرافتمندانه زیر بار نرفت با وجود تمام تطمیه‌ها و اینهای پروسایی که ما میدونیم و بر خانواده خودم بر اردشیر رفت و اون هم همه اینها رو پرت کرد در چهره خودشون و امید کوکبی همین کار کرد. اما یک تفاوت بود، اینکه دکتر اردشیر حسین‌پور در این سیستم درس خونده بود، بزرگ شده بود و یک دانشمند 44 ساله بود که 20 سال تمام مستقیم با این برنامه سر و کار داشت و همه این افراد رو میشناخت و تمام فضاحت‌های این رو می‌دونست. در نتیجه خب اردشیر و در سطح جهانی هم یک به لحاظ علمی در مجامع آنچنان شناخته شده بود که نمیتونستن اعدامش کنن، نمیتونستن از چی خلعش کنن، کسی رو که 8 دانشگاه براش دعوتنامه داده بود مثلا چی کارش می‌خواستن بکنن. در نتیجه این جنایت ترور و حسب فیزیکی رو در مورد اردشیر روا داشتن. دکتر امید کوکبی چون اینا رو نمیشناخت و در امریکا تحصیل کرده بود و خیلی هنوز جوان بود، جوان 28 سالش بود که زندان شد، الان تازه 32 سالشه، در نتیجه اون رو هم نمیتونستن از اون طرف ترورش کنن، یعنی از برای ترور کردن و کشتن دستشون بسته بود، در نتیجه زندانش کردن 10 سال فعلا که حالا 4 سالش گذشته. ولی به این شکل هست و مطلقاً تولید هیچ نوع دانشی در جمهوری جنایی ولایی مورد علاقه این سیستم نیست، تولید هیچ نوع هنر و علمی مورد علاقهشون نیست و هیچ نوع از این اشخاص مورد حمایت اینها قرار نمیگیرند، مگر اینکه در جهت دانشمند در اختیار اینها باشه. اگر چنین باشه بله، کما که این مثلا این علی اکبر صالحی که خودش یکی از سردمداران جنایت هست و آنچنان که من شنیدم در دوران جوانی مثل محمود احمدی نژاد مأمور تیر خلاص بود در حدود چند سالی که بوده در ابتدای انقلاب که همین افسران شاهنشاهی رو ایشون تیر خلاص می‌زده، این خب تحصیلات مرتبط با کرده واقعا هم درس خونده توی زمینه و الان هم که می‌بینید راست راست راه میره و شتاق میکنه، نه اسرائیل ترورش کرد نه اتفاقی براش افتاد و چپ و راست هم برای همین برنامه شیطانی به هر نوعی که بتونه هم فعالیت علمی میکنه، هم دلالی میکنه، همه کاری هم انجام میده. طبیعتا آدمهایی به این شکل، آدمهایی که با شخصیت واداده و با تفکرات یعنی پذیرفتن این حکومت کارتی ولایت فقیه رو، خب بله اشکالی نداره، ممکنه که در مراتب علمی هم یک پیشرفتایی بکنن و در اختیار این رژیم باشن، اینها البته حمایت میشن از همه نظر و ممکن ندارن، ولی با خارج از این یعنی در هر کسی در خارج از این دایره به فکر این شخصیتش باشه و اجازه نده که کرامت انسانیش و ماهیت علمیش مسله بشه، طبیعتاً یا مثل دکتر اردشیر حسین‌پور میشه یا مثل دکتر امید کوکبی. بله خب در آلمان هیتلری نمونه ها بسیار هست، اما به این شکلی که در جمهوری اسلامی هست خب شکل مکتبی قضیه هست، همونطور که وجه تشابه بین جمهوری اسلامی و داعش از یک طرف داریم، بین جمهوری اسلامی و آلمان هیتلری هم در زمینه های وجود داریم، به ویژه در نوع شکنجه که فراموش نکنیم اینها در مسائل اطلاعاتی و اداره زندان ها نه تنها از ماموران گمنام ولایت فقیه استفاده می کنند، بلکه از مشاورین سابق در دستگاه های امنیتی برخی از کشورهای اروپای شرقی هم بهره مند بودند، همچنان که از کره شمالی.
و ما آخرین خبر رو درباره آقای کاظمنی بروجردی از شما میشنویم. خانم معزنزاده روحانی که سالها در زندانه، بفرمایید. خواهش میکنم، ممنون از شما. آقای کاظمنی بروجردی همچون که در اخبار هست و من بارها گفتم مدتهای زیاده که از دارو درمان محروم هستن ایشون، به خاطر اینکه این یک نوع شکنجه جدیدیه که حکومت، حالا شدن به نوعی جدید نیست و قبلا هم اجرا میکرد، الان خیلی زیاد و فراگیر شده که به اصطلاح شکنجه سفید. حکومت سعی میکنه و مقامات قضایی و زندان ها به وسیله نرسوندن دارو و درمان زندانی رو که خب به خاطر شرط بسیار بد زندان هم و شکنجه های قبلی هم دچار ناراحتی های زیادی است و درد میکشه، تحت فشار بذاره که به سازش کنه، نمیدونم امضا کنه، همکاری کنه. و آقای کاظمی بروجردی نمونه بارز این نمونه شکنجه هستن. سال هاست ایشون محروم موندن، عوارض مختلف بیماریاشون تبدیل به عوارض مختلف شده، ناراحتی قلبشون تبدیل به ناراحتی ریوی شده، به ادم پاها شده، قندشون الان بالا رفته به حدی که پاشون سیاه شده، میترسیم که قانقاریا باشه، باید جراحی بشه، نمیشه. به هر حال دیروز نامه به دست ما رسیده از 21 نفر زندانی زندانهای اوین و رجایی شهر در حمایت از این زندانی 8 ساله که الان وارد 9 سال حبس خودش هست و به این شکل شده که اونها در اون نامه از همه وجدانهای بیدار و فعالین حقوق بشر و هر کسی که میتونه خواهش کردن که به داد ایشون برسه. و این خیلی برای من جالب بود که دیگه الان به مرحله رسیدیم که زندانیان دارن از هم حمایت میکنن و این خیلی برای ما هشدار آوره. و بسیار دیدم هفته گذشته زندانیان ارومیه از کارون حمایت میکنن، زندانیان کارون از ارومیه دارن حمایت میکنن و با وجودی که دارن حبس میکشن به خاطر عقیدهشون، به خاطر اعتقادشون یا حزبشون، ولی باز درون زندانها هم ادامه دارن میدن و شجاعانه حداقل ندای انسانی درونشون رو خاموش نمیکنن. در خود همسلولی های آقای کاظمنی بروجردی تماس گرفتن با دادگاه ویژه روحانیت و خواستار رسیدگی به ایشون شدن، گفتن ناله های ایشون، دردی که داره میکشه ما رو رنج میده، ما انسانیم تحمل نمی کنیم، لطفا بهش رسیدگی کنی، که فقط با توهین و تحقیر دادگاه و تهدید اینکه دیگه اگه تکرار باشه مجازات میشین مواجه شدن. به هر حال این وضعیت ایشون بود و اخبارشون. اگه اجازه داشته باشم نام چند تا زندانی دیگرم ببرم که قول دادم بهشون. حتما، خوش من فقط من یه پرسش دارم. این محرومیت های بروجردی از دارو شما اشاره کردین که فقط شامل حال ایشون نیست، زندانیان دیگه هم هست نیست؟ بله، مال ایشون خیلی طولانی مدت شده و خیلی رنجاوره و خیلی اکید شده، جوری که حتی نمیذارن خانواده دارو بهشون برسونن. بله. یا داروهای خانواده رو بهشون تحویل نمیدن. میتونم اسم ببرم از شخصی به اسم آقای محمد سیفزاده، پزشکان هستن ایشون، از زندان برازجان، در زندان برازجان. آقای محمد سیفزاده؟ بله، نه اون آقای سیفزاده وکیل، نه، ایشون در زندان برازجان هستن، محمد سیفزاده پزشکان. بعد زندانی دهه 60 هستن. برازجان یک زندانی که بسیار وضعیت بدی داره، نامناسبه، ولی چون تلفن نمیتونن به بیرون بکنن و هیچ خبری از اونجا به بیرون نمیاد، کمتر خبری ازش شنیده میشه. توسط یک زندانی دیگه این خبر به بیرون داده شده، فقط که به نوعی اومده بوده، حالا برتاتیم بهتر حالا توضیح ندیم. آقای محمد سیفزاده دچار عفونت خیلی شدید لثه دندان هاست و ناراحتی های زیادیه ولی درمان نمیشه. زندانیان زندانی رجایی شهر هستن که نامه دادن که دارو درمان محروم شدن، خیلی مریض هستن. فؤاد مقدم، امان الله مستقیم، کریم معروف، عبدالله کیوان سعیمی، عادل نعیمی، خالد جردانی و شهرام پورمنصوری و برادرشون اون یکی پورمنصوری، سعید رضا و علی سلامپور که در اخبار بود، نوید خانجانی، سعید آبدینی خونریزی معده داره، تعدادشون زیاد هست. ما با کمپین زندانیان بیمار همکاری میکردیم، این بیش از 99 نفرن که درمان نمیشن و
آرش صادقی تحت فشار برای گرفتن اعتراف، حتی همسرش میخواستن استفاده کنن، آقای مجید مقدم، آسور و سمی علی نوری، فعالان کودک هستن، سعید شیرزاد فعال کودکی که 7 ماه بدون حتی وکیلش نمیتونه بخونه فروندش رو، و بهنام ابراهیم زاده هست که کمپینی رو براش آغاز کردن به خاطر اینکه 4 سال حبس کشیده، ولی الان دوباره بهش مجددا 9 سال و 4 ماه اضافه کردن و ایشون اعتصاب قضا کرد. ایشون یک فرزند داره که سرطان داره و شرایط خیلی بدی داره، براش کمپینی رو آغاز کردن که تا 18 ادامه داره و این اطلاع رسانی کردم که شاید کمک به زندانی بشه. و همچنین یه خبر فقط نسبتا خوبه میشه گفت، زندانیان زندان اهواز میشه گفت که به باشون موافقت شده با خواسته هاشون، اونها اعتصاب قضا کرده بودن برای اینکه رفتار زندانی ها عوض بشه، وضعیت غذا بد بود، بهداشت بد بود، یک سری خواسته ها داشتن، البته در بند 8 زندان بودن، زندان سیاسی بند 8، و خب اعتصاب غذا خوب نیست، اما میشه گفت به نوعی تنها راه و آخرین تیر ترکشه زندانی هست که چیزی رو به جز جونش نداره و اون رو در کف دستش میذاره و رسیدن به خواستش و خوشحالیم که اونها رسیدن. و همچنین به صدر خانوم آتنای دائمی و آقای امید علیشناس هستن که اینها هم فعالان کودکان زندانی بودن و قرار 4 بهمن محاکمه بشن که وقت محاکمهشون معلوم شد. من متاسفانه زندان ها در شهرستان ها بسیار، زندانی های سیاسی بسیار هستن، اما خبررسانی در مورد شهرستان ها متاسفانه مشکلات خودشه داره. بیماران بسیاری هستن در زندان ها. ارژنگ داوودی سالهاست از بیماری رنج میبره. بله، ارژنگ بله، ابوالفضل عابدینی هست. بله. خانم حسین پور عزیز، کمتر از 2 دقیقه ما وقت داریم و این 2 دقیقه وظیفه مجامع بین المللی رو در عمل، نه انشا نوشتن این که ما محکوم میکنیم وضعیت زندان، در عمل چی میدونید؟ سازمان ملل و بقیه این سازمان های ریز و درشتی که هستن که بله جناب چارنگی، فقط تحریم منابع مالی آنچه را که فقط این سیستم جنایتکار رو تغذیه میکنه، شاهرکای اقتصادی که منجر به تغذیه و پروار شدن این حکومت جنایتکار میشه، اینها باید قطع بشه. روابط دیپلماتیک تا حصول نظرات قاطبه مردم در داخل ایران میبایستی که قطع بشه و بایستی تمام منابعی رو که در اختیار بوقچی های رژیم که الان عنوان اصلاح طلب در خارج از کشور دارن فعالیت میکنن، این منابع خودشون رو که اهم از انواع و اقسام تلویزیون ها و رادیوهای خارجی هست، کشورهای غربی هست، اینها رو هم میبایستی که این امکانات رو به اینها ندن، چون فقط و فقط تبلیغات کسانی که امروزه به عنوان اصلاح طلب در خارج از کشور در واقع اعلام جنگ کردن به ملت ستم دیده ایران برای اینکه همون حکومت ستمگر رو با یک لباس آریتی دوباره تحمیل کنن برای یک زمان بی‌پایان ملت ایران، اینها رو میبایستی که جامعه جهانی جدی بگیره. سپاسگزار هستیم خانم حسین پور عزیز و همینطور خانم معزن زاد. خواهش میکنم. سپاس از شما جناب شده. سپاس. و با این امید که روزی نچندان دور و دیر نه تنها در ایران، در تمام کشورهای جهان انسانها از حقوق خود، حقوق شایسته انسان برخوردار باشند و کسی در هیچ جای جهان به خاطر اندیشه و افکار و عقایدش در زندان نباشه. با امید به چنین روزی. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوساران دراب، تفتان، الوند، کوه، دنا، زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.
موسیقی